به نام خدایی که خیلی بخشنده است. سلام، من میثم کریمی هستم و اینجا ارگ تاریخی رادیو و برنامه گپ شبه. قول دادیم که توی گپ شب صریح صحبت کنیم، بدون تعارف صحبت کنیم، لفظ قلم صحبت نکنیم. پس خیلی زود و خیلی باحال بریم سراغ گپ شب امشب. به قول امروزی ها، مرسی که هستی. یزدان فتوحی. او در یکی از روزهای گرم تابستان در سال 1355 در تهران چشم به جهان گشود و الحمدلله همچنان هم می گشاید. از کودکی و نوجوانی او اطلاعات زیادی به جز چند قطع عکس در اختیار نداریم، ولی در دوران جوانی بسیار خوشتیپ و خوششانس بوده است. خوشتیپیش که در تصاویر مشهود است و خوششانسیش هم به خاطر آنکه شانس این را داشته که بازیگری را زیر نظر استاد سمندریان یاد بگیرد میتوان تایید کرد. آقای فتوحی فعلاً مجرد است و اگر قبلاً خبری دال بر ازدواج ایشان شنیدید بدانید که کذب است. اما اگر در آینده چنین خبری شنیدید و مطمئن شدید که واقعی است، برایش آرزوی خوشبختی کنید. یکی از نقش‌های متفاوت یزدان فتوحی هم بازی در سریال معمای شاه بود، هرچند ما او را بیشتر با خنده بازار و خاطرات شیرینی که برای من خلق کرده است میشناسیم. آقای یزدان فتوحی، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به گپ شب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه رفقا و مردم عزیز. سال نوتون مبارک. سال نو شما مردم مبارک عزیز، سال نوتون مبارک. امیدوارم که خیلی سال خوبی داشته باشیم و بهترین اتفاق بیفته و پر از سلامتی و شادی، و همچنین ماه مبارک رمضان هم تبریک میگم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول حق باشه. سلامت باشید آقا. آقا چی شد که یه روانشناس شد بازیگر؟ الکی حالا ببخشید اینجا یه ذره سرده، منم سرما میخورم چون میدونی که دیگه مو وجود نداره دیگه. آره متاسفانه و اون یه ذره موه چقدر کمک میکرد تو گرم میگردش. تاثیر داشت. آره بابا. خیلی. آره بابا. آره ولی یزدان گفت سرده، میدونی که استودیو 8 جذاب و دوست داشتنی، ساختمون آرشیو عزیز، و این استودیو 8 برای ما رادیویی ها خیلی جذاب. میدونی که من اسم تو رو میخوام بذارم آقای نوستالژی. جدی میگی؟ آره. یعنی تو هر موقعی با من گفتگو کردی یا زنگ زدی بهم بیام یه جایی، تو منو بردی به سالهای دورم. آره، یعنی میترسم در یه جایی هم گفتگو کنی ما رو باید در کودکی، مثلا در خردسالی. به خدا هر جایی منو برده، مثلا 20 سال پیش باهاش خاطره داشتیم. اینجا که مثلا من سال 76 و 7 اومده بودم، خدا بیامرز. واقعا اینجا اومده بودی؟ بله، جا داره یاد کنم تو این سال از خدا بیامرز آقای احمد آقالو، روحشون شاد. چقدر دوست داشتنی بودن. بسیار زیاد و خیلی من مدیون ایشون بودم و هستم و خیلی از بزرگان دیگر. و ایشون موقع نمایشنامه‌های خیلی جذابی اینجا در رادیو نمایش، حالا اون موقعی که نبود اسمش. آره، اداره رادیو نمایش. کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش خیلی جذابی از نمایشنامه‌های خیلی خوب و نویسنده‌های خیلی بزرگ اینجا اجرا می‌کردن. و ما اومدی مثلا آره با عنوان بازیگر رو مثلا اون موقع به قول دوبلورا مردی میگفتم دیگه، مثلا یه دو تا عبوری و نمیدونم یه آی و یه اوی اینا. یواش یواش فضای رادیو آشنا شدم و یکی دو تا نمایشنامه، حالا نقشه کوچیک کوچیک گفتم، همینجوری ادامه پیدا کرد و سالها رادیو گفتم. چندی سالها؟ آره. چند وقت؟ فکر میکنم حالا با وقفه‌هایی که توش افتاد بخوای حساب کنی 10 تا 12 سالم رادیو. یه 4 سال که خیلی مداوم. آره بابا 4 سال خیلی مداوم. من یه دو سه تا برنامه زنده رادیویی داشتم سال‌ها، سال 92 به نام نرسیده به شنبه، من جمعه ها برنامه زنده داشتم. یه کجا؟ برنامه داشتم رادیو فصلی. رادیو فصلی. آره. رادیو سبا برنامه داشتم، رادیو جوان برنامه داشتم، رادیوی فرهنگ برنامه داشتم. آقا ما یه برنامه اینجا اوکی کنیم، بیاید رادیو نمایش هم برنامه داشته باشیم. خیلی دوره دیگه الان. دوره مسیر. آره واقعا. آره. ای بابا.
کدوم رادیو برنامه درست کنیم بیای؟ همون شهدای رادیو. یه سر نزدیکتر. ما اینجا خیلی جذاب‌تره. اونجا دیگه نمیام. اینجا خیلی جذاب‌تره. اینجا جذاب، اینجا یه حالت تو که اصلا خدای نوستالژی تو قضایا اینا، ولی اونجا هم دیگه نمیرم به خاطر اینکه با ماشین راه نمیدن تو و ما به عنوان گوینده باید هن هن کنان برسیم به کلی از پله بریم بالا اونا. الان البته میدونی که گوینده ها میتونن ماشین بیارن داخل. جدی میگی؟ بله. اگه این کار کردن جدی میفرمایی؟ اگه این کار کردن که دستشون در نکنه بعد 100 سال. آره چون برنامه زنده تلویزیونی هم اجرا میکردم، حق نداشتیم ماشین ببریم. حالا دوستان من لطف داشتن ولی یکی در میون دیگه. آره حالا بگذاریم از این ماجرا. نه میتونیم ادامه هم بدیم. آره. بعدم میدونید که گفتگوی من و میثم همیشه از یک برنامه کمدی زنگ میزنه، من مثلا یه اصلا جایی برنامه کمدیه، میخوایم در مورد کمدی صحبت بکنیم اینو، وقت خودش شروع میکنه در مورد علل مختلف نمیدونم خوش شدن دریاچه ارومیه و نمیدونم آقا به نظرتون اون پلان هایی که در فیلم مثلا فلان گرفته شد، ببین تبدیل به یک نقد اجتماعی سیاسی. آره واقعا چرا اینطوری میشه؟ تقصیر خودت آقا، من که من بیگناه. ببین هر سوالی بکنی من جواب میدم. خب به نظرت در اصول اگزیستانسیال به خدا میبره الان اگه نبرد الان ببینیم. نه آقا بگذاریم. آقا گفتی روانشناسی چی شد که فلان فکر نکن یادم میره. آقا گفتی علکی علکی فکر کنم همینطوری بود. نه من روانشناسی رو بعد از اینکه وارد سینما شدم خوندم. خیلی جاها گفتم، حالا تو برنامه تو هم میگم که حالا هم بینندگان هم شنوندگان شاید ندیده باشن نشنیده باشن بدونن، من خدا بیامرزه آقای حمید لبخنده ایشون هم آره جزو کسایی بودن که من بهشون مدیونم و خدا نگه داره آقای مرتضی شایسته رو در سینما من مدیون ایشونم و خیلی اجازه دادن که مثلا وارد سینما بشم، چون اون موقع به همین راحتی ها نبود واقعا که الان هر کس من میگم خیلی موقع میگم پدر مادر با بچه ها مهربون باشن که بچه قرار نکن حالا یه بازیگر کارگردان، الان که همه کارگردان هم ماشاءالله ولی کاری نداریم. یه زمان خواننده میریز اون سمت ها تو... من آخه بذار بگم که تو حداقل این دفعه گناه گردن تو نباشه. بعد من وارد این حرفه شدم، رفتم سینمای جوان کارگردانی خوندم بازیگری پیش بازم خدا بیامرز آقای سمندریان. آقای لبخنده که خیلی من دوستشون داشتم داشتیم با هم حرف میزدیم، گفتش که نخون دانشگاه نخون کارگردانی، تو که دیگه الان کارگردانی بلد خیلی به تجربه ربط داره و فلان، حالا کاری نداریم چیزای تخصصیش، گفت یه رشته ای بخون که خیلی در ادامه در نویسندگی کارگردانی کمکت کنه. گفتم مثلا گفت جامعه شناسی روانشناسی تو این زمینا، منم خواهرم روانشناسی میخوند مشوق خوبی بود برام و یه سال مدیریت بازرگانی قبول شدم ولی بعدش دیگه روانشناسی و رفتی سمت تاثیرم گذاشته خیلی بسیار زیاد. من روانشناسی رو نخوندم که برم روانشناسی کار کنم، واقعا روانشناسی خوندم هم برای شناخت خودم و اطرافم و همین هم که خیلی به نظرم کمک میکنه توی روند نوشتن، شخصیت پردازی، کارگردانی خیلی کمکت میکنه، اصلا مدیریت خوبی بهت یاد میده. یزدان فتوحی خب شاید خیلی ها بدونن که قلم جذابی داره، یعنی از نویسنده های قدره طنز و کمدی کشور ماست بدون تعارف. کارگردانی هم کرده، بازیگری هم میکنه. کدومو بیشتر دوست داری؟ نوشتن، کارگردانی، بازی. نوشتن، کارگردانی، یعنی بازی در درجه سوم. آره نه اینکه لولش برام پایین باشه. آها نه خودت کلا بازیگری به هر دلیلی به هر عنوانی خواهش میکنم تو رو خدا منو ببرید نیست. مگه اینطوری الان؟ بله بسیار زیاد. بابا نه بر اون ورید. سوال خودی سوالو ببر اون ورید. نه من یه چیزی میگم تو مشکل کن. ولی بازیگری باید یه نقشو اینجوری دوست دارم انتخاب میکنم. نقشو دوستش دارم، بازی میکنم، کیف میکنم توش. الان یه نمایشنامه خیلی جذاب دستم رسیده از سید علی موسویان، کارگردانش هم خودشه. کیف کردم خوندم و داریم تمرینش میکنیم. ایشالله هم اینجا دعوت میکنم از همه بینندگان و شنوندگان عزیز، 25 فروردین تئاتر شهر سالون سایه در خدمتیم. 26 فروردین تا 26 اردیبهشت یک ماه اجرا، یک ماه اجرا و یه نمایشنامه جذاب کمدی، کمدیه که میشه گروتسک بهش گفت. یعنی هم حرف بسیار خوب اجتماعی داره، قصه سه تا جوونیه که با یه سری معضلات و مشکلات اینا میفتن زندان. حالا دیگه قصه هایی که بازیگرا کیا؟ خودم هم سید علی موسویان و
ببخشید که اسم فامیلی این رفیقمون یادم رفت ولی رضا اسمشه. رضا از دود رفیق شما اینجا به رضا سلام می‌کنی. همین الان بگی فامیلی خودت بگو یا اون قاطی می‌کنم و نپرسی از میسم فقط. فامیل من چی بود؟ بی خیال شو به خدا. یزن بریم سراغ خنده بازا. نشون بدم تو رو چی سیو کردم بعد از برنامه نشون میدم. الان اینجا نشون بده مردم. ولی عوض میکنم نه نمیتونم به مردم نشون بدم. ولی عوضش میکنم میکنم میسم نوستالژی. بعد که نیست. نه بعد نیست. ولی نمیتونم دیگه به دور بیام. یه ذره خصوصیه. شاید خیلی از مردم یزدان فتوحی رو با خنده بازار یادشون بیاد. بله. درست میگم؟ بله توی بله. خیابون و کوچه بله بله. و بیرون اصلا همه اصلا دیده شدنم با خنده بازار آره. بود واقعا آره. من خنده بازارم جز کارهایی که هنوز بعد این همه سال در موردش صحبت میشه من کیف میکنم با افتخار در موردش حرف میزنم بله و تمام قد پای خنده بازار وای میستم آره. میگن شهاب عباسی پولا رو بالا کشید و رفت برای همین دیگه ساخته نشد. نه بابا شهاب عباسی اصلا کاری نبود که بنده خدا آره. شهاب تو کارهای دیگه بالا کشیده ولی اینجا فری چبخی بود اصلا رفتی به شهاب نه نه شوخی کردم ولی چرا تکرار نشد؟ ببین به نظرم اشتباه بود تکرار نشد به یک دلیل یعنی ادامه پیدا نکرد اون موقع واقعا تموم شدیم مخمون ته کشید چون ببین 4 سال من نمیدونم اگه دروغ نگم 2000 خورده متن نوشتم من آره 4 سال آره. بعد قسمت‌های طولانی 50 قسمت 70 قسمت 30 قسمت بعد مردمم خوشش اومده بود واقعا هم توش پر محتوا بود یعنی آره واقعا امکان نداشت که مثلا از زیر نظر 3-4 نفر رد نشه و اینکه خب الان میخوام چی بگیم به این تو حالا خودم زمانی که سرپرست بودم یا شهاب یا خود فرید مداوم در حال این چی میخوایم بگیم موضوع جدید روز مثلا اون موقع یادمه اینستاگرام و اینا که وجود نداشت روزنامه بود ما یه سری آدم رو استخدام کرده بودیم اینا خبرهای مهم روزنامه حتی تلخ و برای ما میبریدن میزدیم تو اتاقمون یعنی بعد میخواستیم موضوع انتخاب بکنیم مثلا در مورد برنامه 7 نگاه میکردیم مثلا اینو میتونیم موضوعش کنیم چی بوده مثلا موضوع امروز مثلا دلار شده این قیمت یا یه آدمی مثلا من یادم یه دونه دادگاه مینوشتم من که خودم بازی میکردم نقش منشی خدا بیامرزتش آرش میرحمدی عزیزم هم که امسال نداریم آره اون قاضی رو بازی میکرد و سیاوش مفیدم دادستا منم منشی دادگاه رو بازی میکردم یادم یه موضوعی اتفاق افتاده بود اون موقع میخوام بگم چقدر داغ به داغ ما اینا توی نمیدونم شهر بازی بود یا توی پارک ارم یه چرخ و فلکی در رفته بود و یه سری آدم مصدوم شده بودن یادمه من این متن رو میخوندم 90% یعنی به هر کی میگفتم اون مینداخت گردن یکی دیگه مثلا با مسئول اونجا گفت به ما که ربطی نداره اون مسئول فلان همینجوری آخرسر رسید مشکل خود مردم بودن یعنی اونا چرا احتیاط نکرد دیدم خود این موضوعه و ما دیگه این شد اصلا تم کار دستمایه شما یعنی شروع کردم دیگه هر وقت چیزی کردیم که این واژه شده بود دیگه مثلا میسم را بیاورید اون میومد بعد میگم آقا من که کار اینو میچرخید میرفتی آخرسر مقصر اون آدمی بود که اومده بود شکایت کرده بود آره این خودش تبدیل به یک طنز شده بود دیگه مردمم خیلی دوستش داشتن خیلی دیگر. مردم دنبال آره. میکردن یزدان مردم تلویزیون میدیدن به خاطر خنده بازار آفرین من آره. یادم امیدوارم در نیارن اینو ولی یادم اون موقع ماهواره خیلی داغ شده بود و مردم داشتن سریال های اونوری رو نگاه میکردن ترکیه ای فکر کنم بله نه اینکه ما رو ببینن اونو نبینن و ما رو میدیدن تکرار اونو میدیدن چون اون موقع هنوز هم اینجا اینجوریه که کنداکتور وجود نداره که تو بدونی رأسه فلان ساعت پر ولی اونا چون رأسه ساعت بود خیلی ها من بگودن خنده بازار رو میدیدن تکرار اونو بعدم میدیدن آره برنامه گپ شب رو به راحتی میتونید توی بسترهای پخش مختلفی ببینید 1. اپلیکیشن تلویبیون 2. اپلیکیشن سپهر 3. توی ستاپ باکستون شبکه سپهر میتونید توی ساعات مختلفی برنامه گپ شب رو ببینید و لذت ببرید تا حالا مثلا مدیرا اومدن سراغتون بگن آقا بیاید خنده بازار رو ادامه بدید والا من خودم ساختم دیگه ناخونک و در جریان آره میرسیم به آره. اون ناخونکه نه تمایلی از سمت دیگه هر مدیری اومد به نظرم بیخیال بود یا یه تیم خودش رو میخواست بیاره یا نمیدونم ما چرا اصلا اهالی خنده بازار یه دشمنی باهاش اتفاق افتاد میدونی میتونم واقعا این واژه رو به کار ببرم آه. همون دشمنی که با بچه‌های
ساعت خوش اتفاق افتاد. یعنی انگار که اون مدیره که می اومد دنبال دردسر نبود. دنبال دردسر نبود، اما بدون اینکه بهمون بگن انگار ممنول کار بودیم. همه جو با احترام با همون رفتار میشه، قرارداد می‌بستیم زنگ نمی‌خورد. عجب. آره. خیلی از بچه‌های ما صدمه دیدن. من اگه کارگردان یا نویسنده نبودم معلوم نبود اوضاعم چی بود، اگه مثلا فقط بازیگر بودم. و به نظرم هم با اون نسل هم با نسل‌های بعدن یا گذشته داره بیمهریایی میشه که امیدوارم در سال جدید دیگه این اتفاق نیفته. ببین چرا ازدواج نمی‌کنی؟ خیلی منتظرم. چرا کیا منتظر؟ خالی میبا خیلی ها کیا منتظر؟ چرا ازدواج میکنی؟ نه نمیدونم، نشده دیگه، وقتش نشده اینجا گذاشتم موها و اندازه دندونام سیاشه. شالا تو سال جدید نمیدونم، یه ذره سخته آخه واقعا. این من یه زمان قدیمی ها میگفتن آقا ما با کارمون ازدواج کردیم، فکر کنم شوخی میکنم، واقعا من همین الان من پیش شما هم دیگه میدونی. آره خب من هم که تازه ازدواج کردم ولی باشه. حالا تو شما جوونی. اینقدر که درگیر کارم دیگه واقعا جونم نمیکشه درگیر زندگی بشم. حالا انشالله امسال ازدواج کنیم. حالا اونایی که گفتی منتظرن بگو صحبت بکنیم. خب بعد برنامه. از بچگیت هم ما هرچی گشتیم اطلاعات خاصی در دسترس نبود. تو که پیدا میکنی رفتن تو یه برنامه میسازی و میری یه جایی که مثلا در کودکی من بوده. یه خورده از تو تراپیست نیستی؟ دست میذاری در نقاط مهم خاطرات آدم ها. آره یعنی یزدان به من میگه تو چه اینقدر نوستالژیکی. آره بابا اصلا بعدم مثلا فکر میکنم مثلا 50 سالشه، خودش خاطرات قدیمی داره اصلا. خیلی خوب بود. آره ببین یه خود از بازخورده مردم از خنده بازار به همون بگو، مثلا یه خاطره خیلی جذاب یا طنزی که داری بخوای بگی در زمان پخشش چیو میگی؟ دو تا خاطره دارم. اون موقع ها حتی مثلا برنامه‌ای که دعوت میشدم استیج و اینا میگفتم مردم واقعا میترکیدن از خنده. خب بگو ما هم اینجا بترکی. فوشاشو نمیتونم بگم. نه دیگه خودت. آره. دیگه ولی رفتم اون سال دقیقا تو اوج خنده بازار بود، رفتم یه محلم رو عوض کرده بودم، رفتم یه خونه دیگه، رفتم پیتزا بگیرم خودم، رفتم و یه مغازه بود در که وامی شد پله میخورد میرفت پایین، اینجا اون آقای نشسته بود، یه تلویزیونم اون بالا زده بود. خب بعد من دیگه بالا وایستادم چون یه صندوقی اون رئیس اونجا بود، مثلا حالا مدیر اونجا بود، بعد همجی داشت خنده بازار هم پخش میشد، باب راست داشت پخش میشد. بعد آقای اصلا حواسش هم به من نبود، یه نگاه اینجوری کرد و نگاه گفت آخه آخه این مسخره بازی ها چیه، یه مش مثلا درب داغونه چی تایه هر چی دلو بگه فوش میداد آخه بابا فلان فلان شده، این مرده چرا عداشو در میارید، آخه این بیمزده واسه تلویزیون به کجا داره میره آقا فلان، اینقدر فوش داد. من پولرم داده بودم دیگه نمیتونستم برم، بودم بذار پیتزامو بگیرم، منم پیتزا بازم شدید. شاید مثلا دیده بوده تو رو شناخته بوده. نه الان بهت میگم دیگه اصلا شایدی وجود نداره. گذشت و تا ما پیتزامو میشه آیتم تموم شد من اومدم. برای همچه که داشت شب میزدن یه نگاه به من کرد، بیا این هم اومد نگاه کرد نگاه شمایی؟ من واقعا ترسیده بودم، بودم نه آقا چرا آقا شمایی دیگه. نه من نیستم ببخشید. گفتم نه گو آقا صدات خودتی؟ گفتم بله منم. ببخشید. گو آقا اینجوری هم بالا من بالا بود، بهترین برنامه تلویزیونی که تو زندگی میبینم اینه. گفتم داداشو پشت داده نمیخواد تحریم کنیم، گو آقا پول آقا رو برگردونید، آقا بیا آقا عکس و فلان و بیسارو. یه دونم یه پیرمرده ای رفتم چیز سوپرمارکت داشتم خرید میکردم، خیلی پیر بود، انقدرم دوست داشتنی بود این آدم، به من اینجوری با عصای زد گفت بیا بیرون. گفتم کارم داره من چیزو هم. اومدم بیرون و اینا یا گفت بالا رو نگاه کن، بالا نگاه کن، گفت یه دست برای دوربین ما تکون بده. اون اصطلاح من تو اون برنامه که نقش آقای شهیدی فرازی بود و خیلی باحال بود که اون آدم با اون سن انقدر ماچش کردم. خیلی این دوتا خاطره هنوز تو ذهنم، خیلی خاطره داشت ولی این دوتا هنوز تو ذهنم حکه. بریم یه بخشی رو ببینیم و داره بریم ولو. حالا با خودت میریم ببینیم. آره با خودت میریم ببینیم. همچنان با شما هستیم با گپ شب.
آقای فتوحی عزیز، خسته نباشی. مخلصیم. تا اینجا بهتون خوش گذشته؟ بسیار زیاد. خدا جا تو خالی رفیقم داریم اینجا اذیتمون میکنه اساسی. آره ولش کن اون رفیقمون رو. پیتزا رو به کوبیده ترجیح میدید؟ نه آفرین. اینو من خیلی دوست دارم. دو سه تا حساسم. آره کوبیده چیز دیگری است. پیتزا دوست دارم ولی کوبیده یه چیز دیگه است. آره دوست دارم میثم کریمی رو یه دل سیر کتک بزنم. ای بابا چیکار کردم من مگه جا؟ میثم نوستالژی. آدم وقت‌شناسی هستم و همیشه رأس ساعت به قرارها میرسم. آره خداییش منم داشتم به این فکر میکردم که یه جایی بگم نه مثلا اینطور نبوده. اصلا نمیشه. هر قراری با هم داشتیم همیشه رفت ساعت رسید. قدیم بهم میگفتن و بهمن خدا بیام بهمن زرین‌پور تو فیلم زرد قناری میومد میگفت ساعت 12 و فلان اینا من اونم. هنگام تورق کتاب انگشت شستم را با زبانم خیس میکنم. آفرین. کتاب هدیه میدم چون با کلاس هست. بذار اجازه بدید. نه این قبول است. ادامه داره. بله بله. کتاب هدیه میدم چون با کلاسه ولی کتاب نمیخونم چون حال ندارم. نه. دیدی. حداقل یه بار پلاکم رو مخدوش کردم و وارد تره ترافیک شدم. واقعا جریمه‌شو میدم همینجوری میره. آفرین. هنگام خرید انقدر چانه میزنم تا تخفیف بگیرم. وسط ندارید؟ نه. بله خب دیگه آقا وقتی تخفیف میگیری بگو تخفیف میگیرم. آخه یه موقعی نمیگیرم مثلا اینم جنس میارزه اون بنده خودم بخواد سود کنه میگم اوکی. وقتی رفیقم پول رستوران را حساب میکند دونگم را نمیدهم و به نوعی میپیچانم. گاهی همیشه یعنی دونگو میدی؟ دونگ نمیدم. من دونگی نیستم. اون یه بار حساب میکنه یه بار من حساب میکنم. یعنی اصولا با بچه ها اینجوری ما. باشه. اگر پول خیلی خیلی زیاد بدهند حاضرم هنرپیشگی را کنار بگذارم. نه با شما نبودم بفرم. بله بله متوجه شدم. پول زیاد بدم هنرپیشگی را بزنم کنار بزنم. خیلی زیاد ها. آره آره نه کدومش؟ ببین هنرپیشگی آره میتونم بذارم کنار. آره پس آره. خیلی خیلی زیاد. آره خیلی خیلی زیاد. آره بسیار عالی. از کسی یا جایی پول طلب دارم ولی پولم را نمیدم. تو نمیذاری کنار؟ نه. نه من کارگردانی نمیذارم کنار. به تو بدادم تو نگی. از کسی یا جایی پول میخواهم ولی پولم را نمیدهم. جدی؟ عجب تا دلت بخواه. خیلی عمالی. بریم ببینیم چقدر امتیاز گرفتی. بریم ببینیم. بیا بریم. بیا ممنونم که گپ شب رو دارید تماشا میکنید. اینجا ما نشستیم صدا میاد از بیرون هوا سرده بله. اما رادیو هستیم و دلمون گرمه دقیقا. این خیلی به نظرم ارزش داره. لذت بخش ترین جاهای زندگی من رادیو واقعا همینطوره. اونم جلوی این استودیو بله. هشت جذاب. چطور بودین بخشی که با رفتیم؟ حالا میدونی که هوش مصنوعی امتیاز میده بهت. جدی؟ هوش مصنوعی امتیاز برنده میشم پس. امتیاز 12 چون هوش واقعی که نمیتونه مثلا کمکم بکنه. هوش مصنوعی بلکه کمک کنه. امتیاز 12,732,003.2 پولی به میدید اینو؟ نه امتیاز. امتیاز 12 میلیون. خب حالا مایه‌اش رو بدین که خیلی بهتر. امتیازش به چه درد میخوره؟ نداریم آقا. نداریم. ببخشید. و یه نتیجه گیری کرده هوش مصنوعی بر اساس این سوالات که من بگم نتیجه گیری چی بوده. شهاب عباسی یا پولتان را بالا کشیده یا به زودی بالا میکشد. آقا چه گیری دادی به شهاب بالا؟ پول چی آقا هوش مصنوعی چی کار دارم آقا هوش مصنوعی؟ شهاب بیا پولشونو بده دیگه آقا ضایعه است. سه وعده دیگر یعنی فردا نهار نه شام نه پس فردا نهار عوامل گپ شب را به کوبیده کف بازار دعوت میکنید. قطعا هوش مصنوعیتون خیلی غلط هست. و اگر این کار را نکنید به شهاب عباسی زنگ میزند و از شما پول قرض میگیرد و پس نمیدهد. آه شهاب میاد اینجا. اگر این کار نکنید شهاب عباسی به شما زنگ میزند و از شما پول قرض میگیرد و پس نمیدهد. حاضرم اون چون نمیدم بهش که اونم که دونیم که گفتی جز تخیلات اوش مصنوعی بود. ولی نه آقا شما دستور بده که کباب کجا هر جا میگی بریم. دو سه تا کتاب از جایی به زور هدیه گرفتید و الان دارید به این فکر میکنید که کدام یک را به برنامه گپ شپ هدیه بدهید.
هوش مصنوعی نیست، بگو هوش میثم اینا. آقا چرا میثم؟ داداش اینا رو همینجوری الکی خودت زدی و ما بگو یه چیزی میخواد بکنین ازمون. آقا هوش مصنوعیه. یه شب عید اومدیم حالا کتاب و کباب، آقا ول کن، آقا نخواستی هوش مصنوعی رو بریم دور. چی بگم والدی، آقا هوش مصنوعی داره میگه آقای گزن فوتوی داره. کتاب میخواد، مایه میخواد. نه کتاب میدی نه کباب. نه. تازه همه اینا رو میگیرم الان ازتون میرم. آقا ما مخلص شما هم هستیم، خیلی به ما چسبیدین گفتگو، به من خیلی لذت بردم. نمیخوای نقدی چیزی دیدی امروز وارد نقد نشدیم؟ آره میخوای بشی؟ نه نه برشون دیگه، شب هدیه چی کار داریم اصلا؟ آقا چی کار، بذار بعد از عید دوباره یه برنامه با هم ضبط میکنیم راجب ولش کن اصلا راجب چی. یه چیزی رو بگم برای امسال، میخوام یه دعا ازت بگیرم و دعا نباشه. نه دعا نیست، خواهشه. خواهش این که انقدر با هم دشمنی نکن، انقدر دشمن داریم که دیگه قرار نیست با خودمون هم دشمنی کنیم. شعار نیست، من اول خودم شروع کردم. ولی وقتی تو دیگه دشمنی میبینی واقعا نمیتونی دوستی کنی. درست. و سخته. برای همین قبل از اینکه فکر کنی تو قراره با من دشمنی کنم به تو، تو دشمنی نکن. میدونی چی میگم؟ متوجه. و امسالمون یه ذره مهربون تر باشیم، امسالمون یه ذره حواسمون باشه به کیا چی میگیم. و این همیشه من تو همه برنامه‌ها اینو گفتم، به مسئولین میگم اینو، به مدیرا میگم تو صنف خودم، بدونین به کی چه جوری نمیگید. آفره. امکان داره اون نه یک جوری سرنوشت یه آدم رو از بین ببره. آفره. ببرتش به یه جای دیگه، اون آدم شاید میتونست یه روزی بهترین نویسنده و بهترین کارگردان و بهترین فیلم. بدونید دارید آدم ها رو چجوری دلشون رو میشکنید. خیلی سخته که بگم آقا تو رو خدا دل نشکنید، چون بعضی شاید دست خودشون نباشه یه دیالوگی بگن یه چیز بگن. ولی یه ذره تو گفتن مراقب باشی، این اول خودم، بعد شما که اینجایید، بعد بینندگان و شنوندگانی که میشنن. ایشالله دم شما گرم. ممنونم که لطف کردی قدم رو چشم من گذاشتی اومدی گرم شب. گربه اولین بار دارم گربه میبینم فیلم برنامه. اونجا هم یکی هست، دوتا گربه. و برای من خیلی ارزشمند بود حضورت یزدان عزیز. میخوام پایان بخش برنامه یک دعایی از زبان تو برای مردم، برای خودت، برای هر کسی که دوست داری در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان. دعا مهمترینش به همیشه خودم، دعایی که برای خودم و همه آدم‌های دور و برم دارم، سلامتیه. سلام. هیچی بالاتر از سلامتی نیست. دومیش عاقبت به خیری. انشالله. این جفتشو امسال از این جمع داشته باشیم، و تا همه دوستانی که الان دارن میشنون صدامونو، انشالله که همه سلامت باشن و شاد باشن و عاقبت بخیر. انشالله. ممنونم از ممنونم از شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی که امشب هم گپ شب رو تماشا کردید. تا یه شب دیگه و یه گپ شب دیگه. یا علی.